نمیشه زد، یعنی انقدر خوبن که تو دیگه آکورد میشی. گادفادر، سیتیزن کین، لورنس عربستان، گودفلاس، خوب بدزش زیادن، ولی تو دنیای گیم کمتر گیمایی هستن که همه تیکا رو بزنن، همه چی تموم باشن، یه تجربه‌ای بهت بدن که کورکوپرت بریزه. جی تی ای، رد دد ردمشن، ویچر، اسکایریم و لاست آف آس. این گیم ها سینماتیک، یعنی یه تجربه 360 درجه سینمایی با یه داستان فیلمطوری بهت میدن که فرقش با فیلم اینه که خود جای کاراکتر اصلی بازی میکنی. لاست آف آس مجموعه دوتا گیم اکسکلوسیو پلی استیشنه، پس اگه تو پی سی گیم بازی میکنید یا ایکس باکس دارید قافله عقبی، یعنی کلا اگه کنسول سونی پلی استیشن ندارید نمیتونید این بازی رو بازی کنید. لاست آف آس یک 7 سال پیش اومد، درجا کلاسیک شد، همه جای دنیا به احترامش بلند شدن، همه جا ده از ده، همه منتقدا. لاست آف آس 2 هم همین چند هفته پیش. داستان کلی بازی توی دنیای آخر زمانی اتفاق میفته که یه ویروسی اومده یکم قوی تر از کرونا، یه سری آدما زامبی شدن، همه شهر رو داغون شدن و سیستم کلپس کرده. اون زمان که این بازی اومد یه فاز ضد زامبی تو دنیای گیم بود، یعنی انقدر بازی زامبی دار اومده بود دیگه هیچ کی انتظار نداشت بازی با این داستان موفق بشه. اما لاست آف آس یه بیماری واقعی که مورچه‌ها میگیرن و لیدرلی زامبی میشن، همه رو لتو پار میکنن و اوورد معرفی کرد و گفت حالا اگه انسان‌ها این بیماری رو بگیرن چی میشه، که یه حس خیلی واقعی و وحشتناک. There, they're finding the tissue and they're biting deeply into it. Once the ant is dead, it grows a long stalk from the back of the head, and this is the stalk which will produce spores. And by dying above the ant colony, what is essentially happening is that the fungus has invented a sniper's alley of infection, where spores are being hurled down on top of them, and this is how the infection reoccurs in the society. The fungus is so virulent it can wipe out whole colonies of ants. And it's not just ants that fall victim to this killer. بازی کردن این گیم تو قرنطینه خیلی سورئال بود، خیلی نزدیک به نظر میرسید. گرافیک فوق‌العاده بالای این بازی اولین چیزیه که چشتون رو میگیره، یعنی این بازی الان پرگرافیک ترین بازی دنیاست، در واقع زیباترین گیم دنیاست. انقدر محیطای بازی واقعیه و حس توشونه، هر محیطی که واردش میشه انگار هزار تا آرتیست سانتیمتر به سانتیمترش رو طراحی کردن. اینکه لاست آف آس کاملا یه بازی هنریه شکی درش نیست. کاراکتر اصلی لاست آف آس یک جول بود که جول و نیت یه جورایی خودشون رو تو دل تمام فنای دنیا به عنوان نماد لذت بردن از گیم جا کردن. یعنی تو میدونستی وقتی دست دستت با جول یا نیت داری بازی رو میدی جلو، اون بازی لذت بخشیه. ژانر بازی اصولا ترسناک، یعنی میتونم بگم اکشن هارر سروایور، یه چیزی بین سایلنت هیل و رزیدنت اویل. تون، اتمسفر و محیطای بازی فوق‌العاده است. اگه میخواید بدونید یه دنیای بعد نابودی چه شکلی میشه، این بازی رو از دست ندید. فکر کنید کوچه و خونه خودتون، تمام رستوران‌ها و پاساژهای شهر یهو متروکه بشن، چه حس خوفناکی شهر میگیره. از خونه ها و اتاق بچه ویروسی شده تا مجتمع تجاری و استادیوم و بیمارستان و برج. بعد سیاتل، اون شهری که داستان بازیش اتفاق میفته، خیلی بارون میاد و این بازی اون حس سیاتل رو خیلی خوب انتقال میده. یه تیکه بازی که به نظرم ترسناک ترین جای بازیه، میری تو بیمارستان و مثل کرونا که اون اول اومد بیمارستانا ترکیدن، این ویروس هم وقتی اومده بیمارستانا فاکتاب ترین جا بودن. میری زیر بیمارستان، اتاق عمل، یه سری وسایل جراحی رو برداری، بعد اصلا تاریک، ویروس خیلی زیاده، زامبیای جدید و عجیب غریب هستن، خیلی محیط خوفی درست کردن اون بیمارستانه رو. اون حس دلهوره و عدم راحتی میاد سراغ آدم. هم ترس جامپ اسکر داره، یعنی این ترس یهویی، همون تعلیقی که توی محیط وحشتناک قرار میگیری. از زیر مترو تاریک و مخوف سیاتل داره تا آسمون خراشای آمریکایی، تا جنگل و آکواریوم و همه محیطای مختلفی که خیلی خوفناکن. انواع مغازه‌ها مثل سلمونی، شیرینی پزی، باشگاه، هتل و یه عالمه محیطای دیگه که تبدیلش کردن به یکی از خوفناکترین جاهای ممکن. خیلی دوست داشتم زندانم بسازن. بازی شوکت میکنه، مثل راید رولر کوستر میبرت بالا، میارتت پایین، میکوبدت به دیوار. حتما بازی تاچت میکنه. این ویدیو اسپویل نداره، در مورد داستان بازی ویدیو بعد این که ویدیو اسپویل صحبت میکنه. با یه جای بازی که میدونید کجاست، امکان نداره چشاتون حداقل اشکی نشده باشه، شدیدن غمگین نشده باشید. یعنی این کردیتو من به این گیم میدم که تونست تا این حد منو غمگین کنه. یعنی اینکه فکر کنی بازی هیچ تاثیر احساسی روی
پلیر نمیذاره اصلا بحث لاستافاس نیست. خستت میکنه، یعنی وقتی فصل 1 رو تموم میکنی احساس میکنی نیاز به استراحت داری. گیم شدیداً انرژی تو ساک میکنه، یه عالمه حس غم و اندوه و دلهوره و حس انتقام به سمتت میفرسته. اصلا چند ساعت اول که شروع میکنی به بازی کردن اصلا بدن تعجب میکنه. گیم شدیداً خشنه، یعنی مثل چند تا سیزن اول گیم اف ترونز یهو گلوملو یارو پاره میشه، خون میپاشه، کاراکتر اصلی میمیره. یهو فایتایی که با خود کاراکتر داری مثلا چاقو بازیای الی بهترین جاهای بازی، یعنی دیگه اورگازم لاستافاس همینه دیگه. یه هنری که لاستافاس داره اینی که مهم نیست گیمو بخوای آرومکی بری، یعنی بری از پشت یارو بگیری صداش در نیاد بکشیش، یا اینکه بتری کنی اکشن بری، یه تجربه سینماتیک مختص تو بهت میده. وسایل مختلفی که بهت میده، تبر، چکش، قمه، آچار، حسی که میده وقتی میدوی یارو میزنی متلاشی میشه خون میپاشه، صرفا فیزیک، وزن و انیمیشناش فوق‌العاده واقعیه. این البته هنر کمپانی نادیدا، یه جورای تسلای دنیای گیمه. واقعا فکر میکنم فایتای تن به تن لاستافاس لذت بخشترین قسمت‌های بازیه. تو هر محیطی که وارد میشی یه سری نامه‌های پیدا میکنی که از یه آدمایی که به طرز فجیعی مردن یا تو زمان فریز شدن، که اون حس دارکنس بازی رو هی زیادتر میکنه واسه. صداگذاری لاستافاس شاید بهترین صداگذاری تو تاریخ گیم باشه، یعنی از عوض کردن خشاب بگیر تا صدای شاتگان و کلت صدا خفه کن، و بازی تمام تلاشش رو کرده واقعی ترین تجربه ممکن رو بهت بده. بازی از لحاظ ویژوالی و صدا یه شاهکاره. اپیزود بتل آف بسترز گیم آف ترونز رو یادتونه، جانستو گلی بود، خسته بود، شرایط اسفناک که انقدر جنگیده بود. این بازی تو خیلی جاها اون حس رو به آدم میده، مخصوصا سیکونس آخر بازی، یعنی جنگ آخر بازی، یعنی خشنه ها، یعنی فاک. بازی از لحاظ داستانی یه مسیری رو میره که برای من خیلی 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 عجیب بود، خیلی عجیب بود. بازی کاملا تم نایالیزم داره، یعنی حس پوچگرایی رو به ماکسیموم خودش میرسونه. غم و اندوه حسیه که این بازی بهتون میده، یعنی اگه از کرونا یا بقیه اتفاقات پیرامون سال 2020 دپرس نیستید بنز کافی، این بازی دیگه هول آخره. خیلی در مورد بازی حرف دارم، ولی به خاطر کاری که همون اول بازی میکنن هر چی بگم اسپویله و تو ویدیو اسپویل میبینم. با همه این حرف و حدیثا، اگه میخواد یکی از بهترین بازیهای تاریخو بازی کنید، هنوز لاستافاس 2 اون بازیه. با همه این مشکلاتی که داره که صحبت خواهیم کرد، هنوزم توی لیگ خودش خیلی رقبای کمی داره. نمره من به این بازی 7 از 10، تو ویدیو اسپول توضیح میدم اون 3 نمره چرا کم شده، چون این بازی باید 10 میشد. سندروم فصل آخر گیم آف ترونز انگار سایش افتاده روی صنعت سرگرمی تو دنیا، هنوز این فرانچایزا دارن ما رو ناامید میکنن. هی لاستافاس 2 یه پتانسیل فوق العاده زیادی داشته، چه لحاظ داستانی و چه لحاظ تغییر مکانیک بازی نسبت به لاستافاس 1. اگه کاریو که با داستان بازی کردن و نمی کردن، این بازی پتانسیل اینو داشت که بهترین بازی تمام ادوار بشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و چنل سابسکرایب کنید. توی اینستاگرام استوری ها رو پست ها رو از دست ندید. فعلا.